محترم آره و من زیاد میترسیدم که من خب زیر حجاب شاید پت باشم ولی فکر میکردم که شاید نامزاد من را سلام. متاسفانه برای هنرمندان افغان زنگ خطر نواخته شد. ذبیح الله مجاهد در پریس کنفرانس یا کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که قرار است در چوکات شریعت حق هنرمندان افغان داده شود. ببینین زمانی که حضرت محمد در مکه روزهای جمعه سر نماز می بود، دقیقا در همین ساعت نماز جمعه تجارانی که از پیش روی مکه رد می شدن بر دستان خود یک چوب و یک آله طبل داشتن که اینا ساز و سرود می زدن تا اینکه مردم باخبر شون و آگاه شون که در محله آنها یک تجارت یا یک سودافروش آمده و مردم از خانه هایشان براین برای خریداری این سوداها. در سابق کل ما شاهد هستیم حتی در شرایط فعلی در اطراف افغانستان و هر کشور دیگه آسیایی از مسلمان ها همین رسم و رواج است که وقتی که در اطراف مردم برای سودا فروشی بگویم بهتر است که مردم بفهمند که منظورم چی هستند. در سابق تجارت پیشه ها می گفتند به همین سودا فروش هایی که در صندوق های خود بالای مرکب و همچنان حیوانات دیگر یا بالای شانه های خودشان انتقال می کردند اینا را می فروختند به این تجارت پیشگان می گفتند. وقتی که از پیش مکرد می شدن ساز سرود نواخته می شد مردم نماز جمعه را ترک می کردن به خاطر حضور پیدا کردن در سر صحنه تجارا، نه تنها به خاطر خرید بلکه به خاطر اینکه از ساز سرود آنها لذت می بردن. و اینجا به خاطر حرام بودن موسیقی هیچ آیه نامده که موسیقی قرار است که حرام باشه، ولی به خاطر اینکه جلوگیری شود از اینکه نمازگزاران از نماز جمعه را به طرف ساز و سرود ترک میکردند، سر نماز جمعه می بودند، وقتی که صدا را میشنیدند کلشان اکثرشان ترک میکردند نماز، به او خاطر ترجیح دانستند که ایرا یک قسم تحریم بکنه از طرف همین ملاها و مذهبی ها. این یک دلیل. و دلیل دیگه که موسیقی را دقیقا حرام گفته این است که وقتی که یک موسیقی یک شخص را احساسات شهوتیش را بالا بیاره و شهوت انگیز بسازه او به کل حرام است، که ما میتونیم به همین استشهایی که در سر ستاره افغان اجرا میشد و در تلویزیون طلوع در ساز پپسی ساز سرود و AMC TV و همچنان شبکه های دیگه که در افغانستان فعالیت میکردن اینا متاسفانه از نظر اسلام حرام است، چه بخواین هموطن من چه نخواین. پس بیاین من میخواییم با خانم آریانا سعید شروع بکنم که خانم آریانا سعید، حق و حقوقتان را از امریکای خائن نخواهین. امریکا در 20 سال حضورش در افغانستان باور کنین به خاطر حق افغانها نجنگیدن. آنها خواسته هایی که در افغانستان داشتن به آنها رسیدن و افغانستان را ترک کردن. پس لطفا از امریکا کمک ایره نخواهین که ما هنرمندان حق ما ضایع شده، به ما باید حق ما داده شود. بیاین که دست یکی کنیم اینمی هنرمندان افغان و تمام افغانها و حقمان را از همین حکومت طالبانی بخواییم، برای از اینکه هیچ کس به داد ما نمیرسه. درست است که از جامعه جهانی ما باید حقمان را بخواییم، برای از اینکه جامعه جهانی میتونه طالبان را تحریم بکنه که بتونه حق ما را بده، ولی مستقیم با خواسته های خود ما با تظاهرات خود ما علیه طالبان در افغانستان و خارج از افغانستان میتونیم حق حقوقمان را از طالبان بخواهیم. در زمان پیامبرا و 1450 و چند سال پیش قبل ما هیچ ساز و سرود آنچنانی نداشتیم که امروز اجرا می شود.
در اسلام دقیقا گفته که ویالون و همچنان تنبور و رباب و این سازهایی که واقعا موسیقی گفته میشه حرام است. پس لطفا بیاین که دست یکی کنیم، از این تیر شویم که پاکستان را تحریم کنیم. مثلا آریانا جان سعید در مصاحبهش، همچنان حسیب جان سعید و دگه و دگه، کلشان خواستار این هستند از امریکا که پاکستان را تحریم کنین. این هیچ چیزی را تغییر نمیده و پاکستان امروز خودش یک کشور ابرقدرت است و اگر قرار بود که امریکا پاکستان را تحریم کنه، دقیقا پاکستان باعث از این شد که یکی از کشورهایی که پاکستان بود که امریکا منطقه را مخصوصا افغانستان را ترک بکنه. پس از امریکا نخواهیم که بالای یک کشور دست نشانده خودشان که نوکر خودشان است مثل پاکستان، شما میفهمید که پاکستان غلام انگلیس است و انگلیس پاکستان را تأسیس داده، پس از اونا نخواهیم که بالای پاکستان فشار بیارن تا ای که به شما هنرمندا حق آزادی و آوازخوانی را بده. بیاین که از جامعه جهانی بخواهیم، بیاین که از خود طالبا بخواهیم که در حکومتداری تغییر بیاره و ما را به 1450 و چند سال پیش بر نگردانه. و ای اصلا فایده نداره که ما شما باز بشینیم بگیم که پاکستان تحریم شود، پاکستان تحریم شود. پاکستان، شما میبینین که در پاکستان عیاشترین کشور دنیا ایران و پاکستان است که در آنها اسلام رهبری میشه. یعنی از پاکستان و ایران شاخه شیعه را ایران محکم گرفته و شاخه سنی مذهبا را پاکستان محکم گرفته و در این دو کشور هر فحاشی را که ما ببینیم در پشت پرده انجام میشه و در پاکستان واقعا آزادانه شما میبینید هر کاری که دل بخواد مردم پاکستان برای خود میکنه. اینمی ملاها برای خودشان قصرها جور کردن در پاکستان و زنها و دخترها را میارن میرخسانن شرابخوری و کبابخوری و تمام معیشت های دنیا را میکنن. پس بیاین که ما اینمی کشورها را مثال بتیم به طالبا و بگوییم که درست است که در اسلام موسیقی حرام خوانده شده یا هر چیز دیگه، ولی امروز قرن 21 است و ما اکثریتی هستیم که چنین خواسته را داریم از شما و شما باید به خواسته های ما سرخم بکنین. این شریعت و مریعت از خودتان باشه، ما به عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش. لا اکراه فی دین، هر کس که میگه دوست داره به مو دین و مذهب و آیینشان زندگی کنه و در دین هیچ اجباری نیست، اینجا خود اسلام محکم گفته و واضح گفته. پس بیاین آریانا جان سعید و هر هنرمند افغان دیگه که شما همی ویدیو مرا میبینین که دست یکی کنیم بیرون از افغانستان و داخل افغانستان تظاهرات را بندازیم که قبل از اینکه حکومت طالبان تشکیل داده شود و جهانیان آن را بر رسمیت بشناسند، حقتان را بخواین و هر کس دیگه که در افغانستان چنین شغلی را داشته که از نظر شریعت حرام است، حقشان را بخواهد که طالبان از طرف جامعه بین المللی تحریم شوند و قسمی که تحریم شده است. اگر قرار باشه که طالبان از تحریم برایند و جامعه جهانی آنها را بر رسمیت بشناسند، بله، بعد از او هر بلایی که دوست داشت و دلش بخواهد بالای شما میاره. پس بیاین از امریکا و پاکستان و این کشورها نخواهیم مستقیما که بالای طالبا فشار بیاریم یا پاکستان تحریم شوند یا فلان شوند، خود ما دست یکی کنیم و طالبا را تحریم بکنیم. میفهمین که اگر ملت خودش طالبا را تحریم بکنه، بسیاری تحریم محکمتر و قویتر از این است که شما بخواهید که امریکا طالبا را تحریم بکنه. پس دوست عزیز هنرمند من، بیا یک هشتگ را اول در شبکه‌های اجتماعی را بنداز که حق هنرمندان افغان داده شود، یک. و دیگه ای که تظاهرات چرا میفهمین؟ به خاطر از این که هنرمندان افغان هیچ همبستگی ندارن، کلشان دشمن یکی دیگه هستن. مثلا شما اگر ببینین غزال عنایت پشت آریانا جان سعید گرفته، آریانا جان سعید پشت غزال عنایت گرفته، او رامشای رقاصه را خوب من هنرمند نمیبینم، او خود یک رقاص هستن، ولی همین آریانا جان سعید که قهرمانانه تا آخرین لحظه زندگیش در افغانستان بر سر برد
و برای دختر خانمای افغان استادیوم فوتبال ساخت و برای افغان ها یک بیوتیک یا یک دکان لباس فروشی زنانه ساخت و خواست که برای افغانستان کمک بکنه، در افغانستان فعالیت بکنه. حق چنین هنرمندان واقعا ضایع شده و ما افغان ها باید دست یکی بکنیم و حق چنین هنرمندان را از همین طالبان کهنه فکر گنده فکر بخواهیم و این دیگه نخواهیم که باز اشخاص جاهل مثل احمد مسعود و اطرافیانش را، اینمی مجاهلین را که هر مجاهلی که در حکومت قبلی رهبر یک قوم بود، مثلا دوستم یک آدم مطلق بی‌سواد، شما خانهشان را دیدین که قصر ساخته بود از حق همین مردم مظلوم ازبک ما بود که اینال یگان تا طرفدارش می یک دو دشنا مرم میتا. و اینمی مجاهلین پنشیری ما به شمول اتانور، شما خانهایشان را دیدین که هر کدامشان برای خود یک قصر ساخته از حق حقوق مردم تاجیک ما. شما برین گلبدین را ببینین، شما برین از او سود قندار مجاهلین دیگه را ببینین، اینمی علاگل مجاهد را ببینین که از حق پشتونهای ما گرفته خود یک سلطان جور کرده و در خانهش که در رو میشین یک قصر داره. و یک گپ دیگه ای که اقلیت ها متاسفانه همیشه حقشان پایمال بودن، اقلیت ها را متاسفانه اصلا به نام انسان نمیشناسه در افغانستان. شما اگه برین مردم هندوی ما رو ببینین، اصلا به اونا هیچ حق و حقوقی در افغانستان داده نمیشه که وطن پرسترین انسان های افغانستان همین مردم اهل هنود و سک ماسته. و شما اگر قزلباش و بیات و یک چند طایفه ترکمن و چند طایفه دیگر را ببینین، همیشه حق و حقوقشان پایمال شدن و با اونا هیچ کس توجه نمی کنه. تنها اینمی چهار قوم اکثریت ما متاسفانه چارای و پر از فساد هستند، اینمی پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره که کل چیز به خود گرفتن. ما مخصوصا اینمی رهبرانه که در حکومت قبلی حاکمیت میکردن و کلشان باعث از این شد که حکومت قبلی ما از هم بپاشه، برای از اینکه هر کس در منطقه خودش یک امپراتور بود. شما دیدین که وقتی که یک والی از طرف کابل تعیین میشد در بلخ، اینمی معلومات ها پس روانش میکرد طرف کابل که ما ایره قبول نداریم. شما دیدین که وقتی که در میمنه یا در جزجان یک چیز، یک قماندان، یک والی، یک چیزی تعیین میشد، دوستم پس روانش میکرد. و همچنان در قندهار جنرال لازق پس روانش میکرد، در هرات اینمی گلبدین پس چیز اسماعیل پس روانش میکرد و طرف قندوز و بغلان او طرف ها اینمی گلبدین حکمتیار او را پس روان میکرد که ما ایره قبول نداریم، باید بدل ما باشه. پس بیاین که طرفدار اون مجاهلین قبلی نباشیم و بالای اینمی حکومت طالبانی هر چیزی که از حداقل حق مردم حق را به حقدار میسپاره. درست است که مردم بیسوادی هستن اینمی طالبا، ولی میتونیم ما دست یکی کنیم، اینمی طالبا را اصلاح بسازیم و خود ما همراهشان همکار شویم و حق خودمون را ازش بخواهیم، مخصوصا هنرمندان و آن تعداد اشخاصی که یک شغلی را خوانده بوده دربارش، یعنی اونمو شغلشان بوده که با آمدن طالبا شغلشان را از دست داده و همه چیز باید از صفر شروع بکنه. او اشخاص باید صدایشان را بلند بکنن و حقشان را بخواین و ایره دیگه نخواین که باز پشت امریکا را بگیره که امریکا تو بیا دیگه سر طالبا فشار بیار. امریکا هیچ وقت صدای ما و شما را نمیشنوه. هموطن عزیز، بیا که خود ما صدای خود را بلند بکنیم بر علیه اینمی طالبا و قبل از تشکیل شدن حکومتشان حقمان را ازش بخواهیم تا ای که حق به حقدار برسه. شب روز خوش داشته باشی. ممنون که بیننده برنامه بودی. خداحافظ شما.